سلام و وقت بخیر. به هر ساعت خبر از یک با من مدینه حسن خوش آمدید. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء در مراسم فراغت بیش از 200 تن از دانشگاه علوم طبی در کابل گفته است که جامعه به کادرهای جوان و دکتران نیاز دارد. ارگ با نشر خبرنامه نوشته که آقای عبدالکبیر در این مراسم گفته است که بخش صحی افغانستان به خاطر تبلیغات منفی حلقات مافیایی و ظرفیت پایین مراکز صحی بی اعتبار شده بود و مریضان برای تداوی به کشورهای همسایه سفر می کردند، اما با آمدن امارت اسلامی به این معضل نقطه پایان گذاشته شد. وزارت فواید عامه میگوید که کار ترمین و احداث 14 کیلومتر سرک در ولایت دایکندی به ارزش 15 میلیون افغانی آغاز شده است. سخنگوی این نهاد میافزاید که با ساخت این سرک ولایت دایکندی به ولایت های اروزگان و قندهار وصل خواهد شد. وی همچنان میافزاید که با تکمیل شدن این پروژه مشکل های ترانسپورتی مردم حل و در حمل و نقل فراورده های زراعتی سهولت های بیشتر ایجاد خواهد شد. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر با کاردار سفارت بریتانیا برای افغانستان دیدار کرده است. آقای شاهین گفته که در این دیدار دو طرف در مورد تعامل امارت اسلامی با جامعه جهانی گفتگو کرده است. در همین حال برخی از آگاهان این دیدارها را در صورت به سود کشور می‌دانند که به ایجاد تعامل مثبت جامعه جهانی با افغانستان و رفع محدودیت‌های وضع شده بر این کشور بیانجامد. دفتر هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد گفته است که در 6 ماه نخست سال جاری میلادی بیش از 12 میلیون افغان دست کم یکی از انواع کمک ها را دریافت کردند. او در آگاهی نامه افزوده که در حال حاضر 23 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا گفته است که جو بایدن رئیس جمهور کنونی آن کشور با معاونش کامالا هریس مسئول مرگ 13 عضو نیروی نظامی آمریکایی هستند که در جریان خروج آمریکا از افغانستان در سال 2021 این افراد کشته شدند. مقام‌های فلسطینی اعلام کردند که دست کم 35 نفر روز سه‌شنبه در حملات ارتش اسرائیل در مناطق مختلف نوار غزه کشته شدند. در همین حال ارتش اسرائیل هم اعلام کرده است که در این حملات 8 فلسطینی مسلح به شمول یک فرمانده ارتش حماس را کشته است. این بود اخبار این ساعت. سپاس از توجهتان. روز خوش. خدا نگهدار.